سپاه پاسداران روزانه 15 میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌کند و سالانه 6 میلیارد دلار درآمد دارد. اما با این وجود سپاه از درآمد ناچیز سوختبران که با به خطر انداختن جان خود به دست می‌آورند هم نمی‌گذرد. رژیم طرحی به نام رزاق دارد که به مرزنشینان کارتی برای فروش سوخت داده است. در این طرح هر 5 خانوار یک کارت تردد دارند که باید برای آن 5 میلیون تومان بپردازند. هر خانواده می‌تواند 3000 لیتر سوخت در هر 5 روز از مرز عبور داده و به فروش برساند. اما سوختبران بایستی ارز دریافتی را به پاسداران بدهند و خودشان مبلغ ناچیزی کارمزد دریافت کنند. رژیم روز 4 اسفند مرز را به روی سوختبران بست و آنان را از اندک درآمدشان محروم کرد. در پی اعتراض سوختبران رژیم 10 تن از آنان را کشت و یا زخمی کرد. این کشتار موجب شوره ور شدن قیام در استان شد. آیا نباید سپاه به خاطر 4 دهه کشتار و چپاول سرمایه های ایران منحل گردد؟